این بچه ها یه سری کارا هست که شما معمولا تو همه اپلیکیشناتون باید انجام بدین. یکی از اون مهماش اینه که چیزایی که طراحی میکنین نسبت به چرخیدن صفحه و بزرگ و کوچیک شدن آیفونا و اینا درست واکنش نشون بده. الان مثلا من اگه بیام اینجا یه دونه یه دونه ویو بذارم، مثلا فرض کن که میخوام یه چیزی شبیه یه دونه تبار مثلا کاستوم خودم درست کنم، یه ذره مثلا بزرگتر باشه، خب همین پایین صفحه هم میشه باشه. من این اگر ران کنم رو آیفون 8 درستشون میده، بخاطر اینکه اینجا دارم رو آیفون 8 طراحی میکنم، اوکی؟ ولی اگه بیام این سیمولیتور رو عوض کنم بذارم رو هر کدوم دیگه از اینا، درسته؟ شروع میکنه کج و کوله نشون دادن، یعنی یا از اون برش میفته بیرون یا از این برش سفید میفته یا نمیدونم از این چیزا. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این لیات شما وقتی که داری طراحیش میکنی میره توی فایل XML، یعنی یه فایل متنی که این میره ذخیره میشه تو فایلای برنامه، همیشه هم ثابته، هیچ وقت هم عوض نمیشه. ولی توی اون فایله نوشته که این طراحی که انجام شده برای آیفون 8 با این رزولوشن صفحه است. خب شما باید یه جوری بیای به این بگی که اگر آیفون مثلا تغییر کرد، صفحهش تغییر کرد، اپ خودش تغییر کرد، مثلا وقتی شما میچرخونید جای ویتو هایت صفحت عوض میشه، اوکی؟ اینجوری نیست که مثلا بگی الان صفحه 90 درجه چرخیده، صفحت نمیچرخه، فقط ارتفاعش کم میشه، عرضش زیاد میشه، اوکی؟ اون که میبینی اینجوری نشونت میده اون یه انیمیشنی که مثلا حسشو بهت منتقل کنه، اوکی؟ تو صفحت که نمیچرخه، LCD که نمیچرخه، درسته؟ خب چیکار باید بکنیم؟ ما باید یه جوری این ویومونو آداپت کنیم با در واقع تغییرات. حالا مثلا فرض کن که من اصلا اینو ندارم ویو، من میخوام حالا یه ویو، یه باتن بذارم اینجا، بگم که هر موقع که این باتن زده شد یه ویوی بیاد اضافه بشه به صفحه. قبلا این کاری کردم یه بار، چیکار الان باید بکنم؟ میخوام یه ویو به صفحه اضافه شه، مثلا یه مربع قرمز بیاد دو صفحه به اندازه مثلا نسبه بالای صفحه میخوام قرمز بشه، اوکی؟ اولین کار اینه که یه اکشن باید برای این دکمه بزنید که بفهمی که یه دکمه زده میشه. خب اسمش هم میذارم add مثلا red view، اسم اکشنشو کانکت میکنم. توش چی می نویسم؟ بگو. خب همین سرعت نوشتن هم خودش خیلی مهمه، تو بگو من می نویسم. خب الان نیست، خب با کد بسازم اصلا نیست، اگه بود که یه آدرسی گرفتم مثلا برابر با UI image، UI view میخوام بسازم. خب کدوم این نیتشو؟ اونی که فریم میگیره، چون این فریم نداشته باشی که اصلا معنی نداره. خب این لازم چی میخواد؟ یه دونه CG rect میخواد. خب من که ندارم، پس مجبورم یه CG rect بسازم بهش بدم. کدومو؟ اون که X و Y و W و H میگیره، میگم برو تو مختصات 0 0 یعنی گوشه بالا سمت چپ، ویتش چقدر باشه؟ ویتش به اندازه ویو اصلی دات فریم دات ویت باشه، اوکی؟ همون مچ پرنت همینه. خب هایت چی؟ ویو دات فریم دات هایت منتها تقسیم بر دو، چون خواستم نسبه بالای صفحه باشه، اوکی؟ خب حالا اینو چجوری اضافه کنم به صفحه؟ رنگ اینا میکنم عوض کنم که همه چیز سفید نباشه. خب
اینجا اضافهش کنم به صفحه. به چی میخوای اضافهش کنی؟ به اون ویوه. خب پس با خود ویوه باید صحبت کنی. داد ادسا ویو میگه خب یه ویو بده که من باید اد کنم. رید ویو رو بهش میده. الان اوکیه. چیه مشکلش؟ یه چیزی کمه. حداقل یه چیز کمه. این دکمه اینو میزنم. به نظر هیچ اتفاقی نیفتاد، گرچه من کد رو زدم و به نظرم کد درستیه. خب الان شما باید توی همچین حالتی بیای ویو تو دیباگ کنی. ممکن آره، یا هر جای دیگه ویو رو اد کردی رو صفحه ولی ویو نمیدونی کجاست. خب الان باید ویو تو دیباگ کنی. تا الان شما دیگه خیلی اگر دیباگ کرده باشی کد رو دیباگ میکنی دیگه، بریک پوینت میذاری، پرینت میذاری، نمیدونم کامند میزنی یا هر چیز دیگه. ویو رو تا حالا دیباگ نکرد. آره، ویو رو چجوری دیباگ میکنی؟ این پایین یه گزینه داره برای دیباگ کردن ویو. گفته بودم قبلا اینو. اینو که بزنی کاری که میکنه میاد همه، یعنی اون صفحه که داری میبینی رو باز میکنه، هر چی ویو داره بهت نشون میده. حالا نگاه کن این ویو رو من میچرخونم یه ذره. حالا یه ذره تنظیمات هم داره، مثلا میتونی یکم دور کنی لایه ها رو اصلا که راحت تر ببینی. یعنی که مثلا بگی من از این لایه به بعد رو میخوام، از این لایه به مثلا قبل رو میخوام. اوکی؟ الان نگاه کن این چیه؟ این همین ویو هست که من ادش کردم. پس ویو وجود داره، رو هم هست، توی کادر هم هست، ولی من نمیبینمش. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینجا نگاه کن، الان این زرد رو گرفتم، این رنگ بک‌گراندش چیه؟ زرد. این یکی چیه؟ نیل. چون اصلا بهش رنگی ندادم. ویو که چیزی نیست، ویو یه فریم خالیه. اگه بهش رنگ ندی اصلا دیده نمیشه. پس حالا یا قبل از این که ادش کنم یا بعد از این که ادش کنم یا بالاخره یه موقعی که خواستم دیده بشه، باید میام بگم داد بک‌گراند کالر مساویه. و اندازش چقدره؟ دقیقا نصفه بالای صفحه، چون اینجا خودم گفتم میگفتم عرضش بشه اندازه صفحه، ارتفاعش بشه نصف صفحه و x صفر و صفر. پس درست. حالا مشکلی که هست اینه که اگه من بیام اینو بچرخونم این به هم میریزه. اگه دکمه هرم بتونم یه جوری پیداش کنم که ببینم کجاست، یه بار دیگه کلیکش کنم، یا اصلا نه با همین حالت گوشی چرخیده الان چیزش میکنم، دکمه رو میزنم اگه بتونم. دکمه زدم بالاتر که بتونم بزنمش. یکی از مشکلاتم همینه، میفته از پایین صفحه بیرون، باید بتونی مثلا بیش بالا. نکو اینو میزنم نصفه بالای صفحه، یعنی کد درسته. اوکی میچرخونم یه بار دیگه میزنم، یه حالا تو چون همیز نچرخ چون آپساید دامش خاموشه. اینو دیگه الان نکن نصف نیست دیگه، درسته؟ اینو میزنم نصف نشد، اشتباه نکن. نگاه کن آفری، اگه یه بار دیگه بچرخونمش تازه میفهمی که چی شده. یعنی اینکه اگه بیام دوباره توی این دیباگه اینجا رو بچرخونم، نگاه کن اصلا اینم دو بار زده بودم، دو بار عد شده بوده. اوکی، چون هر رفعه میسازه و عد میکنه. خب چیزایی که مشخص شد چیه؟ یکی این که آقا این کد نصف صفحه رو من درست زده بودم، ولی دوتا مشکل دارم. یکی این که وقتی هر بار دکمه رو میزنم الان ظاهرا نمیخوام هر دفعه اضافه بشه، بعضی وقتا شما میخوای هر دفعه واقعا اضافه بشه. مثلا یه اپلیکیشن نقاشیه، شما میخوای بگی هر جای صفحه که تاچ میکنه تو اون نقطه که تاچ کرده یه رنگی اضافه بشه به صفحه. خب دوبار تاچ کنه و دوبار اضافه کنی واقعا رنگ دیگه پر رنگ تر بشه مثلا، ولی یه بارم مثل اینه نمیخوای این کار بکنی. خب پس چه کنی دوستان نبود نسازه؟ آره، پس برای اینکه بیام یه کاری بکنم که نسازه باید چه کنم؟ که اگر وجود نداشت بسازه، اگه وجود داشت همون که وجود داره رو به من برگردونه. خب این کم آشنا نیست این فرمول؟
لیزی همین نبود، گفت اگه وجود نداشت که هیچ، اگر کسی کال کرد اگه وجود نداشت بساز بهش برگردون، اگه ساختی قدیم قبلا ساخته بودی هم همونو بهش برگرد. خب من الان همین کار میکنم، میگم من یه لیزی ور رد ویو دارم از جنس یو آی ویو. چی؟ میتونم الان این کار کنم، یعنی این تیکه کد رو بذارم بالا، منتها رنگش چیزه، دو تا یعنی دو تا مشکل پیش میاد دیگه، یکی اینکه رنگ و ایناشو من کجا ست کنم، دوم اینکه اصلا اومدی من اینم کپی کردم بالا واقعا. خب این الان ادسابیو که دوباره صدا زده میشه، درسته؟ به یه مشکل دیگه میخوره احتمالا، میگه که این که یه بار اد کردم من نمیخوام یه چیزی دوباره اد کنم صفحه. اوکی؟ پس من باید یه جور دیگه اینو پیاده سازی کنم. من میام میگم به جای اینکه اینو بگم مساوی UIView.init، میگم این مساوی یه کلوجره. کلوجر چی بود؟ یه فانکشنی که میخواستی همونجا اینلاین تعریفش کنی. خب میگم این کلوجر چیه؟ من میام تو این کلوجر میگم let view مساوی این let red view مثلا، خب مساوی این، بعد میگم red view dot background color مساوی dot red، بعد میگم view dot add sub view red view. اوکی، یعنی همین کار رو انجام بده، یه دونه بساز رنگ کن اضافه کن به صفحه، بعد ریترن کن رد ویو رو، بریزش تو این رد ویو که من بعدا هم بتونم ازش استفاده کنم. و این لیزیه، یعنی اگه وجود نداشته باشه همین اتفاق ها میفته، اگه وجود داشته باشه هیچ. آره. حالا فقط کافیه چیکار کنم اینجا؟ یه جوری باید این رد ویو رو یکی از پراپرتی هاشو کال کنم. حالا کدوم پراپرتیشو من لازم دارم که کال کنم؟ دکمه رو که میزنه؟ اونی که میاد اینو، یعنی فریمش رو باید الان دوباره تنظیم کنم دیگه، نمیخوام اد کنم. پس یعنی باید بیام بگم رد ویو دات فریم دات سایز دات وید مساوی ویو دات فریم دات وید رد ویو دات فریم دات سایز دات هایت مساوی ویو دات فریم دات هایت تقسیم بر دو. اوکی؟ و اینکه من اینجا اینو کال کردم، این خودش باعث میشه که بره اون لیزی رو صدا بزنه و اگه وجود نداشته باشه بساز و داستان. خب برای اینکه دکمه رو بزنم دوباره باید عوض بشه دیگه، باید آپدیت بشه. اوکی؟ حالا اینو میزنم درست شد، دوباره میزنم رایت، اینو میزنم درست شد. اوکی؟ پس چی؟ الان شما رد ویو پایین نوشتین، چون بالا فریم دادین دوباره میرم تا بالا. نه اون لیزیه، لیزی یه بار فقط که اگه وجود نداشته باشه میره اون تو رو انجام میده، اگه وجود داشته باشه که همون برمیگرده. خب بعدش هم وریبل که شما همینجوری نمیتونی کال کنی، وارنینگ بهت میده، میگه آن یوز وریبل، اسمشو مینویسی بعد میگه که خب اسمشو برای چی نوشتی، مگه فانکشنه؟ اوکی. خب پس ما الان تونستیم یه همچین فانکشنی رو درست کنیم، مثلا به اسم adapt، تعجب کردی خودتو دیگه دفعه اونجا adapt مثلا red view، که این adapt red view یعنی چی؟ یعنی این که میاد خودشو با اون view اصلی، یعنی با super view خودش adapt میکنی. اینه، فقط یه مشکل الان مونده، اون که من الان هر دفعه باید دکمه رو بزنم تا این اتفاق بیفته، ولی نمیخوام، میخوام هر موقعی که سفر یارو میچرخونه این اتفاق بیفته، یا هر موقعی که ابعاد صفحه به هر نحوی تغییر میکنه، مثلا ممکنه فردا اپل بیاد یه قابلیتی بذاره شما بتونید اپلیکیشن تو اینجوری کوچیک و بزرگ کنید، مثل اندروید، مثل آیپد، مثل خیلی چیزای دیگه. اوکی. مثلا الان میگه الان ابعاد صفحه عوض شد، تغییر کرد. خب اگه من بتونم بفهمم که کی ابعاد صفحه تغییر میکنه، یعنی یه فانکشنی انگار داشته باشم که اون کال میشه، و
ببین اصلا از چیزش معلومه دیگه، الان یه اتفاقی داره میفته که من اون رو نزدم و دوست دارم که دسترسی داشته باشم. بوی چی میاد؟ از این بوی که داره گفتم که هر موقع که یه اتفاقی داره میفته و تو بهش دسترسی نداری احتمالا پای چی در میونه؟ دلگیت. یه متد دلگیتیه که بهت میگه مثلا الان، مثلا میگه الان چرخید، الان نمیدونم کوچیک شد، الان بزرگ شد، یا الان تغییر کرد. یعنی جامعه تا مثلا همه فانکشن ها اونا رو بخواد اینکه اونا تعریف کردن از قبل، تو که نمیتونی بری کدی که اونا تعریف کردن عوض کنی، مجبورم یه کالبک بهت بدم. اون کالبک چجوری بهت بدم پس؟ نه منظورم اینه که باید دوباره بری دلگیت اونجا اضافه بکنه داخل خود، مثلا به جای اینکه دو تا نه صبر کن، صبر کن این کارا رو هم کردم. خب منتها هر ویو، هر کنترلری مگه خودش مسئول ویو نیست؟ ویوی که داره نشونش میده، پس اونه که باید همه اینا رو قبول کنه، کنترلر دلیگیتش رو قبول کنه و پیاده سازیش کنه. و قبول هم کرده و پیاده سازی هم کرده و فقط تو الان یه فانکشن داری که باید اونو اوورراید کنی. اون فانکشن مثل ویو دید لود که اونم دلیگیتیه ولی تو نمیدید قبول کنی، فقط اوورراید میکنی. اون اسمش چیه؟ خب یه دو سه تاش هم دیگه زیادی حد زدی، یکیش که ویوه احتمالاً. بعد نمیدونی که چه کلمه استفاده کرده، سایز، فریم، ریکت، ولی دلیگیتیشو که میدونی، دید، ویل، ویو دید چی، ویو ویل چی، ویو دید لیاوت ساب ویوز نوشته. این کیس رو زده میشه وقتی که کنترلر اومد همه ویوهایی که توش هستن، یعنی ویو اصلی و همه اونایی که توی اونن و همه اونایی که توی اونن و همه اونایی که توی اونن، همه اونا رو لیاوت کرد. یعنی عملا اولین بار که میشه همون موقع که از روی اون XML داره میخونه عمل میکشه اونجا، بعدش هم چهار بار که میچرخونیش که این ابعاد صفحه عوض میشه، یه چرخشی نشون میده، همون یعنی که داره عمل لیاوت میکنه دوباره. اوکی خب همینه. آره اون که اصلا چیز داره، این دیدی بغل باز میشه، چی میگم بهش، سایت ویو میکشی بزرگ میشه صفحه، میکشی کوچیک میشه، هر دفعه این صدا میزنه. اوکی خب الان من توی این متد بیام این adapt red view رو صدا بزنم، دیدی اصلا دکمه رو هم نزدم، دفعه اول اول خودش لیات کرد، بعد رفت اونجا، اون لیزی بود، ادش کرد اون صفحه، آداپتش کرد، بعد ول کرد. حالا میام اینجا مثلا میچرخونم، دوباره خودش رو آداپت کرد. اوکی حالا سایزش هم تغییر داده، سایزی چیه تغییر؟ سایز آیفون که نمیشه تغییر بگیم، چیکار بکنیم که دفعه اول خودش نیاره؟ دفعه اول خودش نیارتش، این کد ادسابیو رو از توش برمید. مثلا نیازمون اونجوری بود. اوکی؟ این کاری که الان کردیم بهش میگن اداپتیو لیات. اداپتیو لیات چون یعنی هی هر بار که عوض میشه شما خودتو اداپت میکنی. الان مثلا اون دکمه بود که میافتاد بیرون، شما میتونی بیای توی این کد ویو دید لیات سابیوز بگی که دکمه رو بیار بذار اینجا، مثلا بذارید 50 پیکسل مثلا پایین تر از پایین صفحه، بعد وقتی میچرخونیش پایین صفحه میاد بالا، خب دوباره دکمه هم میره 50 تا بالاتر، دوباره میچرخونیش صفحه بزرگ میشه، دکمه هم میره پایین 50 تا بالاتر از کف صفحه. اوکی خب این اون چیزیه که اگر شما اداپتیو لیات رو کامل مسلط بشید بهش، اوتو لیات دیگه فهمیدنش کاری نداره. ولی اگه اینو نفهمی اوتولیات خیلی سخت‌تر از اینه، با اینکه هیچ کدی لازم نیست بزنی و همه چی رو هم وصل می‌کنی ولی نمی‌فهمی چی شد. هی شروع می‌کنه تو کد دو سه بار اسکرول می‌کنی، شروع می‌کنه ارور دادن و یه چیز برای اون برای کوچیک میشه، نمیدونم حالا برید کار کنید می‌خوید به این ارور این باگ. خب حالا یه تمرین داریم، تمرینتون اینه، می‌خوام یه صفحه برام طراحی کنیم با همین اداپتیو لی‌آوت. اینجوری این نصفه پایین صفحه همیشه قرمز، مثل همی که الان من زدم نصف بالای صفحه همیشه قرمزه، شما باید بزنید نصف پایین صفحه همیشه قرمز بشه. این بالاش اگه اینجوری مثلا فرض کنیم که اینجا نصف شده، فرض مثلا چیزی بکشید این نقطه چینه، فقط برای اینکه شما ببینید بودش، این وسط اینجا وسط بالا سمت چپ یه مربع
به زل x، این x رو تو کد مثلا مشخص می‌کنی که چند است، مثلا 5 خب مربع به زل 5 وسط این برم یه مستطیله که عرضش دقیقاً برابر اینه، ارتفاعش دو برابر اینه، دو برابر این، نه دو برابر x. اوکی، یه سینی بذارم در بگیر بوده با پیان بشید، دو برابر این در بگیر بوده. اوکی، مثلا این هم بذاریم آبی، این هم بذاریم سبز. این در نهایت چیزی که من میخوام ببینم یه اینجوریه و اگه چرخوندمش اینجوری مثلا لند اسکیپ شد ظرفم اینجوری نصفه پایین دوباره قرمزه، این بالا یه مربعه، این برم اوکی. اینو با اداپتیو لی آوت الان فهم بزنیم ببینیم که چیه. Thank you.